کمپرسور های نیمه بسته سف شیش ای، سف شیش دی و سف شیش سی سی با دیدن مجموعه فیلم های کمپرسور های کریر شما قابلیت تحلیل و انتخاب کمپرسور و همچنین تعمیرات کمپرسور های کارلایل سف شیش سی سی، سف شیش ای و سف شیش دی را پیدا خواهید کرد همانند دیگر تجهیزات تبرید ابتدا مطمئن شوید نکات ایمنی را رعایت کرده اید و در هنگام تعمیرات مطمئن شوید جریان برق قدرت و هیتر و فرمان قطع است و شیرهای سرویس ساکشن و دیسچارج بسته است این مجموعه به سه قسمت تقسیم شده است یک خانواده محصولات کارلایل دو تعمیر کمپرسور کریر سیلم پیستونی سه رفع مشکلات کمپرسورهای کریر بسیاری از کمپرسورهای بزرگتر سیف شیش دی و سیف شیش ای به آنلودر سیلند مجهز هستند و به کمپرسور اجازه کار کرد در بارهای کم را می دهند که توضیح داده خواهد شد کمپرسورهای سیف شیش دی جزو خانواده ای از کمپرسورها هستند که در سه مدل دو، چهار و شش سیلندر موجود هستند و میزان جابجایی یا سی اف ام آنها بین هشت سی اف ام برای مدل دو سیلندر و سی و هفت سی اف ام برای مدل شش سیلندر است. همه مدل ها دارای دور 1750 آر پی ام می باشند. کمپرسور های چیلر تراکمی دارای قدرت دو اسب تا 15 اسب با سی اف 37 هستند کمپرسورهای سردخانهای ای به صورت کلی دارای موتور کوچکتری نسبت به کمپرسورهای چیلر تراکمی با CFM مشابه هستند برای مثال کمپرسور سردخانه 06 دی 37 سی اف از موتور 10 اسب استفاده می کند، و در حالی که ظرفیت معادل برای 15 اس برای چیلر های تراکمی استفاده می شود این یک کمپرسور 06 دی با دو سیلند در دو مدل 8 و 9 CFM است در تصویر کمپرسورهای کرایر 06D 4 سیلند را می بینید تفاوت اصلی بین این دو کمپرسور که در ظرفیت های 18 و 20 CFM بزرگتر است و به افزایش ظرفیت روغنکاری کمک می کند. در مدل های 13 و 16 CFM از دو پیچ برای بستن شیر سرویس استفاده می شود و در مدل های 18 و 20 CFM از چهار پیچ برای بستن شیر سرویس استفاده می شود و اتصال فشار بالا و پایین در هر دو مدل یکسان است. این تصویر کمپرسور صفر 6 دی 6 سیلندر است. اتصالات ساکشن و دیسچارج و پورت ها کمی متفاوت است. این مدل شبیه به کمپرسورهای های دو و چار سیلندر است. وجود پیچ های دنباله دار در سرسیلند مختص کمپرسور های سردخانه است و محل نصب فن برای سرد کردن سرسیلندرها در صورت نیاز است. این تصویر پلاک یک کمپرسور کارلایل است. توجه کنید مدل کمپرسور در سمت راست بالا نوشته می شود. زمانی که یک قطعه یا کمپرسور را نیاز دارید، تنها مدل برای ثبت سفارش کافی نیست، بلکه شماره سریال نیز نیاز است. هر کاراکتر موجود در شماره سریال به مشخصات قطعات کمپرسور اشاره دارد تا قطعه درست را بتوانید انتخاب کنید. شماره مدل برای انتخاب ویژگی های اساسی کارکرد کمپرسور است. مشخصات الکتریکی ولتاژ، فرکانس، LRA یا لاکت روتور آمپر نیز درد شده است. شماره سریال سازنده نیز برای تشخیص کمپرسور توسط شرکت سازنده درد شده است. تمامی کمپرسورهای های دی با چهارده کاراکتر مشخص می شوند. هر کاراکتر و یا چند کاراکتر دارای نشانگر ویژگی های کمپرسور است اولین چهارتایی نوع کمپرسور را مشخص می کند سه کاراکتر اول مشخص کننده خانواده کمپرسور است کاراکتر چهارم مشخص کننده نوع کاربرد کمپرسور است و نوع آنلودر را مشخص می کند اگر آ باشد برای تهویه مطبوع استفاده می شود و اگر M باشد برای دمای متوسط و اگر R باشد برای کاربردهای تبرید استفاده می شود یا به عبارتی برای کاربردهای های دما پایین یا سردخانه کاربرد دارد کاراکتر پنجم مشخص کننده سایز موتور است کاراکترهای 5 و 6 مشخص کننده میزان CFM موتور است. کاراکتر شماره 8 کلید شناسایی کمپرسور است که نشان می دهد کمپرسور نو است یا توسط تعمیرگاه های کریر مورد بازسازی کلی قرار گرفته است. شماره نو مشخص کننده نوع شیر سرویس ساکشن است که شامل محل، قطر و پیچ هاست. ها کاراکتر دهم مشخص کننده تجهیزات الکتریکی شامل ترموستات، اوورلود است. کاراکترهای یازدهم و دوازدهم شامل اطلاعات نوع سیمپیچی و دیگر مشخصات الکتریکی است کاراکتر سیزدهم مشخص کننده آنلودر قطع کن ساکشن برای مدل های سف شیش دی آر و دی ام است. آخرین کاراکتر مشخص کننده نوع بسته بندی و شارژ روغن است. طراحی کمپرسورهای صفر ای مشابه کمپرسورهای صفر دیست. تفاوت در سایز فیزیکی ظرفیت و اسب بخار است تفاوت دیگر شامل چهار و شش سیلند بودن و سی اف ایم از و و و و ام از 50 تا 99 و 1750 هار است و قدرت موتور از 15 الی 40 اسب بخار برای کاربرد تهویه مطبوع است و توجه داشته باشید کمپرسورهای کاربرد دما پایین دارای موتورهای کوچکتری با میزان CFM برابر هستند در تصویر یک مدل کمپرسور شیشه ای کارلایل با شش سیلند را میبینید توجه کنید این کمپرسورها دارای دو ساید گلس روغن هستند که کاربرد زیادی در تهویه مطبوع دارد در این کاربرد و در موارد استفاده از کمپرسورهای موازی نیاز به استفاده از خط متعادل کننده روغن وجود دارد. یک ساید گلس را باز می کنیم و از اتصال متعادل کننده روغن استفاده می کنیم و برای این کار از تراز بودن هر دو کمپرسور مطمئن شوید و در صورت عدم رعایت موارد فوق خرابی کمپرسور را بایستی انتظار داشته باشیم. کمپرسورهای های استاندارد تمامی کمپرسور های سف ای دارای اتصال پرشر روغن هستند. در زمانی که نیاز به اندازهگیری فشار کارتر دارید می توانید از اتصالات بالای هر ساید گلس استفاده کنید. اتصال سوم که در تصویر نشان داده شده است به محفظه ساکشن کمپرسور وصل است که برای سوئیچ فشار پایین می توان از آن استفاده کرد. پلاک شماره مدل کمپرسورهای کریر 06 6 تنها دارای ده کاراکتر است. چهار کاراکتر اول مانند 06 6 دی است. کاراکتر پنجم سایز موتور و یک و یا دو مرحله بودن کمپرسور و یا آنلودر فشاری یا الکتریکی است. کاراکتر 6 و 7 مشخص کننده CFM کمپرسور است. کاراکتر 8 مشخص کننده ویژگی های الکتریکی است و کاراکتر نو نشان دهنده OEM یا نو بودن کمپرسور و یا سرویس شده بودن کمپرسور توسط شرکت کارلایل است. آخرین کاراکتر مانند صفر شیش دیست. کمپرسورهای دیگری که در مورد آنها صحبت می کنیم کمپرسورهای صفر شیش سیه سی هستند. این کمپرسور ها دارای دو مرحله برای کمپرس کردن گاز هستند. چهار سیلند به عنوان فشار پایین کار می کنند و فشار را به فشار میانی می رسانند و دو سیلند باقی مانده به با عنوان فشار بالا می باشند تا فشار را به میزان طبیعی بالا ببرند. در این مجموعه فیلم کمپرسورهای های کریر شما با انواع روش کار کرد قطعات کمپرسور های کریر و تعمیر کمپرسورهای های کریر آشنا خواهید شد.